خیلی خوش آمدین عزیزان بیننده به بخش بعدی برنامه در لحظات. بانو کامل عقیل پزشک فیزیوتراپی با ما هستن، در مورد کارها و فعالیت هایشان بیشتر هم روشان صحبت میکنیم. خیلی خوش آمدین به برنامه. خیلی خوش آمدین. تشکر، سلامت باشین. سلام خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز تلویزیون جهانی آرزو. سلامت باشین. سلام. بازم یک بار دیگه خیلی خوش آمدین خانم کاملا. میشه در مورد فعالیت هایتان در شروع صحبت بکنین؟ تشکر. بخش احیای مجدد فیزیکی در بخش فیزیوتراپی و ورکشاپ ارتوپیدی فعالیت هایی داره که مخصوصا برای معلولین یا اشخاص دارای معلولیت خدمات ارزه میکنه که تداوی فیزیوتراپی است و در پالوی زو ساختن وسایل کمکی از طریق ورکشاپ ارتوپیدی برای معلولینی که نیاز به وسایل کمکی دارن برشان خدمات راه میشه و همچنان در پالوی زو پروژه تقرا که از جولای 2019 اما فعالیت های مقدماتیش آغاز شده و فعلا هم پروسه جریان داره. تا شروع پروژه را بگویم که اما خدماتش که شروع میشه یا ای البته تربیه فیزیوتراپیست ها هست که از اکتبر 2019 صنف آغاز میشه. البته این پروژه اگر بگویم تحت عنوان توسعه انکشاف خدمات باستانی فیزیکی در افغانستان است، البته پروژه وزارت می باشه و تطبیق کننده از این کمیته سویدن است و تعمیل کننده توسط اتحادیه اروپا است. البته در خوشبختانه در این دور ما 20 تن از معاصلین خود داشتیم که از زون شمال و 20 تن فیزیوتراپیست یا محصل خود داشتیم که از زون شمال شرق است که ما دو صنف داریم، دو صنف که طبقه و ناس ذکور می باشه. البته اینا 3 سال درس می خوانن، تحت آموزش می باشن، بعد از 3 سال اینا به عنوان فیزیوتراپیست فارغ می شن و مصدر خدمت به جامعه خواهد شدن. بله، آیا بار اول است که چنین پروژه در سمت شما روی دست گرفته شده؟ نه خیر، این البته پروژه دومی است. پروژه اول ما در 2016 اگست 2016 آغاز شده بود، خوشبختانه با موفقیت اما پروژه ختم شد در مارچ 2019. البته 40 تن از فیزیوتراپیست ها را ما فارغ دادیم که فعلا اونا در حدود تقریبا 25 فیزیوتراپیست ما اونا به فعالیت آغاز کردن در کلینیک هایی که در سطح ولایت و ولسوالی ها است که البته از 5 ولایت ما محصل داشتیم که ولایت بلخ، جوزجان، سمنگان، سرپل و فاریاب بود. علاقمندی مردم چقدر هست به این پروژه‌ای که شما دارین؟ چقدر شامل میشن و آیا این پروژه را آغاز کردین یا هنوز زمانی مانده به این که آغاز بکنیم؟ علاقمندی قسمی که ما میبینیم بسیار زیاد است. ما امو پروسه آگاهی دهی بود در شروع که باید مردم آگاه شوند که این پروسه چه قسم آغاز میشه و کیها امو مطابق یا واجد شرایط به می پروژه هستند و اونا بتانند که به حیث محصل در اینجا شامل شوند. البته تا فعلا ما که میبینیم تعداد درخواست دندگان خیلی زیاد است. ما در حدود اگر بگویم شاید در حدود 200 یا 180 الی 200 اپلیکیشن یا درخواست تا حال گرفتیم. کیا در اولویت قرار دارن؟ کیا را بیشتر جذب میکنیم؟ البته این برای توقع اوناس ذکور است و کسایی که زیادتر برشان واجد شرایط می باشن یا برشان حق زیاد داده می شه افراد دارای معلولیت هستند و از اینکه در ساحات دورتر یا از ولسوالی ها ما معسل خواهد داشتیم، ولسوالی های دوردست ما برای زوجین برای زونا زیادتر چی میکنیم برشان اولویت میدیم. البته شرایط بیشتر و تماما امکانات از طریق پروژه برشان در نظر گرفته شده و تمام تسهیلات که از قبیل ترانسپورتیشن است، البته محل تدریس و موضوع سه تایم عشا و نان چاشت و نان شب و صبح هم در نظر گرفته شده. البته برای خانمایی که اونا طفل دار هستن کودکستان هم برشان در نظر گرفته شده. تمام سهولت ها هست. تمام سهولت ها. بله بله، و همیشه که صحبت ها پیام اخیر شما داشته باشه. تشکر. البته پیام ما در اخیری است که از
او در معاصلین که امرای ما خواد بودن و 3 سال در این پروژه تحصیل میکنن به عنوان فیزیوتراپیست فارغ میشن. ما امو پیامم هی است بر از اونا و توقعی می است که اونا باید وقتی که فارغ میشن به نهایت فیزیوتراپیست های جوان و اشخاص واقعا اشخاصی که اونا بتانن خدمات به مو شکل درست بر معلولین برسانن و بر مردمی که واقعا نیاز به خدمات فیزیوتراپی دارن اونا مصدر به خدمت شوند. خیلی ممنون از حضورتان. سلامت باشید. وقفه داریم.